آینده ایران بسیار آینده درخشان و نویدبخش است. یعنی نسل پنجم، من معتقدم که هر 10 سال نسل عوض میشه. نسل پنجم ما که وارد میدان بشه، بدانید که هیچی از آنچه امروز برای ما ساختن باقی نخواهد بود. البته اگر شما کارتون رو درست انجام بدید، یعنی کار خردگرایی و روشنگری رو دنبال کنیم و به تک تک خونه ها برسونیم. به ویژه من بر این باورم که بانوان سرزمین اهورای ما که از هزارهای کهن نقش بسیار مهمی در سرنوشت میهن داشتند، امروزه نیز بانوان ما، دختران آریایی، پرچمداران این آزادی و رهایی خواهند بود. بدین رو من آینده بسیار درخشان و زیبا و خوب و پر افتخاری رو برای سرزمین اهورایی خودمون میبینم، یعنی خوابش رو دیدم و بهش حتما میرسیم. اما دنباله پرسش شما که آیا با شیوه عملکرد فعلی مردم و اپوزیسیون موافق هستم یا نه، شما اگر توجه کرده باشید به این چند دقیقه که با شما مهربان یاران بودم و سخن گفتم، پاسخ منفی است. یعنی نه ما یک اپوزیسیون خوبی داریم و نه ما مردم آگاهی داریم، تعارف نداریم، شوخی نداریم. حتی مردم ما، مردم عوام عادی، میلیون ها نفر، اینها یادتون نره همیشه همه جای تاریخ بوده که مردم به اونهایی که تریبون دستشونه، امکانات دستشونه نگاه میکنن. بیشتر مردم دنبال رو هستن. شوربختانه الان تازیان در گوشت و پوست و خون سرزمین ما نفوذ کردن و به ویژه با این پول حج که میلیاردها دلار در سال هست، میلیاردها دلار، اینا از همون موقع زمان پادشاه با همون پول حج مهدیه کافی رو ساختند و حسینی ارشاد رو. این دو در تایید همین سخنان من هست که اسلام هر جورش باعث بدبختی است. چه اسلام کافی باشه، شاید شما جوانها یادتون نباشه ندونین اسلام مهدویه شیخ احمد کافی یعنی چه. همین داد فریادایی که اراذل اوباش مثل احمدی نژاد اینها میزنن در رابطه با امام زمان و این مزخرفات که اصلش سوشیان تاریایی ماست که اینها گرفتن، ولی سوشیان تاریایی ما بابک خرمدینه، مهدی ما بابک های خرمدین، رضا شاه هست سوسیان تا بابک خرمدین ما. حالا اون احمد کافی رو در جنوب ساختن در خیابان امیریه تهران که هی میمد دکونا رو میخرید و میداد سر حسینیه مهدیه خودش به اصطلاح، و توده مردم رو خر در قداست کرد، خر در دیانت تازی کرد. شمال تهران اومدن باز حسینی ارشاد رو ساختن، حسین ارشاد رو که افرادی مثل مطهری پلید و علی شریعتی دروغگو و فریبکار، که من در رابطه با علی شریعتی یک کتاب دارم توصیه میکنم به رایگان دانلود کنید بخونید، فریب بزرگ، اومدن اونجا حسین ارشاد ساختن، کچلوار کراواتی ها رو اونجا مذهبی کردن، پا برهنه ها رو تو جنوب و بعد انقلاب ایران را آفریدن. الان این مسئله در ایران رایج هست، یعنی الان هم این دوتا شیوه رو با پول چی رو ساختن؟ ساواک هم آقای پرویز ثابتی نوشته که ما یهو نفهمیدیم این پولا کجا میومد. پولا رو عربستان سعودی از همین حج میده، حج نه که از خودش از جده و عربستان بفرسته، تو خود داخل ایران هزاران آژانس دارید که شما فقط کار حج انجام میده و بعد سردمدارانش از وزیرش میخواد باشه تا چه، اینا نوکرای اونن، نوکر اونها. فقط دستگی داره که 10-20% از پول چند میلیاردی که در سال از حج میگیره از ایران خرج داخل کشور بکنه. الان هم کاری که الان هم داره میکنه، الان هم با همون پولی که شما رو گذاشتن سر کار میبرن تو حاشیه بالشگر سایبری و دعواهایی که خودشون میآفرینن، جنگای داخلی که خودشون واسه مهمتر نمیذارن ما قهرمان داشته باشیم. ما قهرمان نداریم، اگر کسی میاد قهرمان میشه فوری نابودش میکنن. آقا سلطان سلیم کیه رو توی حریم سلطان تو ترکیه، یارو یک آدم بد ترکیب زشتی بوده، خونخوار، جنایتکار، کباب میکرد آدم ها رو میخورده، میان فیلم میسازن چقدر خوب نشونش میدن، یا فیلم میسازن، فیلم ها محمد رسول الله مصطفی العقاد میسازه، میلیون ها دلار خرج میکنن، یا خود محمد بن سلمان الان شهر نیوم رو داره میسازه، شهر کاملا دیجیتالی در عربستان سعودی، چه برای خودشون چه کارا میکنن میسازن. علی ما تا یه قهرمان داریم داوغنش میکنن، آقا یارو قهرمان کجا بودید تو، جنایتکار بودیم، جهانی بود بچه‌ها فلان اینا.
شما این قهرمان کشی هم باید بدونید کار دشمنه. شما یه قهرمان هم ندارید، خوب گوش کنید، برای پیروزی یک انقلاب یک جنبش باید قهرمان بسازید، باید الکی هم که شد یه قهرمان بسازید، کاری که ترکیه کرد و الان خودشو به کجا کشوند، کاری که تمام کشورهای دنیا میکنن. قهرمان ندارن توی جنگاشون، چقدر قهرمان میسازن. ما چقدر نابود شدیم تو جنگ ایران عراق، بچهای ما رو زدن کشتن، تکی تکی کردن. جهان عرب اون کاری کرد، جنگ صدام حسین با ایران جنگی بود که جهان عرب با ما جنگید، جهان عرب به پول میداد، حتی عرفات، حتی سوریه حافظ اسد، حتی قذافی که به ظاهر میگفتن ما با ایرانی، ولی به ایران یک تفنگ هم ندادن. اسرائیل اومد، آری بن مناشه رفیق من الان در کانادا است، باش مصاحبه دارم، گوش کنید روی اینترنت. آری بن مناشه از طریق اسرائیل اومد و به ایران اسلحه داد، خودش رفت یه سال زندان در امریکا که ایران تونست در برابر تازی و وایسی. متوجه میشین؟ بعد تمام دشمنی های ما با ایران کار عربستان سعودی و تازیان منطقه است. تمام این حرامزاده های تازی حاکم بر ایران همشون آدرس عوضی میدم، یعنی آقا کار اسرائیله. اسرائیل آقا، اسرائیل یک قرون به کسی پول نمیده، خوشحال میشه وقتی میده دشمناشو میزنن فلان اوکی، ولی یک قرون به کسی پول نمیده. صد بارم گفته من حاضرم دست دوستی دراز بکنم. اینا هر چی خوردن تا حالا، هر چی سرداراشون کشته شده، در جنگ ایران عراق آدم کشته شد، هر چی شده عربستان سعودی و دیگر تازیان منطقه کردن، اینا میگن اسرائیل کرده. آدرس عوضی میدن. چرا آدرس عوضی میدن؟ این رو داشته باشید به عنوان برترین سند و هر روز اینو بگید توجه. چرا آدرس عوضی میدن؟ چون اینا پسر عموی اونا هستن، از عبد مناف هستن، بنی هاشم و عبد شمس، وسطشون هم خون بودی، دوتا از هم جدا کردن، خون وسطشون هست ولی با هم متحدن. سر جاش که برسه ایرانی باید قتل عام بشه، عربه باید بمونه، عربه علی خامنه‌ای باشه، رئیسی باشه، خاتمی باشه، میرحسین موسوی باشه. اینو بفهمید بچه ها و بفهمانید این رو بچه های عزیزم، چون میدونم بچه های ما رو میشنون اینجا که به اصطلاح سبزی هستن و موسوی اینا. یه رازی رو میخوام بهتون بگم بچه، ببینید دوستتون دارم، میخوام هدایت بشید. یه رازی رو میخوام بهتون بگم. اولا که همونطور که کلیت اعراب با هم پسرمو هستن، بنی امیه، بنی عباس، علویان، اینا همه فرزندان عبد مناف هستن، همشون با هم، معاویه، یزید با حسن، حسین، علی، اینا پسرمو هستن، الان هم همه اینا با هم فامیلن. میرحسین موسوی خامنه فامیل علی خامنه است و میر حسین موسوی، برید تاریخو بخونید تو تاریخ معاصرتون، این هر 7 تا وزارتخونه تعهد داد که میده به علی خامنه که اون تصمیم بگیره برای وزراش، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت ارشاد و الی آخر. 7 تا میر حسین موسوی مون. ولی یهو جورج سوروس وارد چیز شد از این قضیه، یعنی گورج سایروس، نظم نوین جهانی کنونیست، همین بیل گیت و بوزوس و اینا همه تو این هستن، تو این نظم نوین جهانی، چون دیگه همه چیز دارم پوله. من برنامه تلویزیون من ببینید اینا بر شرط دادم. خب اینا وارد بازی شده که تنش و جنگی در ایران آفریده بشه، چون هرچی جنگ باشه اونا اسلحه میفروشن بیشتر سود میکنن. و خلاصه اون اتفاق افتاد که اینا احمدی نژاد رو به تقلب گذاشتن، بعد سرکوب داخلی، بازی رژیم منفور، بازی رژیم مجبور میشه جنگ رو در داخل و خارج و سوریه و یمن و اینا ادامه بده، اونا پولاشون رو بسازن. وگرنه میرحسین موسوی میان اختلاف داشته با خامنه‌ای، وقتی رسیم این مزخرفات، یعنی چینا با هم رفیقن، فامیلن، اون هر کسی با هر کسی اختلاف داری، همین اینجا شما با خواهرت، با مادرت، با پدرت تو خونه داری بحث میکنی، اختلاف داری، ولی همدیگه رو که نمیکشید. میرحسین موسوی بس یه بازی بود بچه‌ها. کروبی رو من در جریانم، کروبی از مجلس کمیت کنار قرار بود با 50 نفر بره امریکا، ویزام براشون صادر شد که برن امریکا، که همشون با چمدونای دلار و حساب اینا برگردن بشن مهره امریکا در ایران. ولی کروبی اسم 3-4 نفر که باشون خواستن برن، اینا از بچهای دانشجویان خط ایمان بودن که به سفارت حمله کرده بودن اون موقع. امریکا گفت آقای 5-4 رو بردار نیام، چون اینجا بیان پرمنده دارن میگیرنشون، دوچار دردسر میشه. اون بر نداشت، نرفت. وقتی نرفت کروبیر جور دیگه، این آقای محسن
هاشمی تو صحبت های خصوصیش با نیک آهنگ کوثر میگه. به گونه دیگه اینا تقویت کردن که تنش ها را فریدن. یعنی یادتون نره اینا هم همه بازیست، بازی های جناح های انتخابات و میراث اینا، اینا همه یکی هم. همه فقط نابودی ایران میخوان. ایران باید همیشه در حال جنگ باشه، در حال شورش باشه، در حال ناآرامی باشه تا اینا بهرهای خودشونو ببرن. ولی اینا همشون با هم فامیل هستن عزیزان من، فامیل هستن، الان هم همه هم فامیل هستن. شما گول اینا رو نخورید به هیچ عنوان. نه یعنی حالا سبزه رو من به شما بگم، مگه نمیگن حال میر حسین موسوی سبز هاست؟ این خارج یکی نگرفتن سبز ها رو. خوب گوش کنین اینا، از آتش هم یه لجن. بعد خداشون اون اللهه میگه آقا برو تو آدم ها رو منحرف کن، ما آخرش تو رو با همه اونا میندازیم تو جهنم بسوزیم. اونجا آتش بیچاره، آتش. یعنی ببینید از نظر فلسفی که سهله، به یک بچه کوچیک الان بگی میفهمه که یارو شعور نداره، درک نداره، فهم نداره. اون از الله اکبرش، این از ابلیسش و این از لا اله الا الله. هیچ بوتی نیست لا اله، اله یعنی بوت، الا الله. الله یعنی چی؟ یعنی بوت من. الله همون الهی که حرف تعریف الف لام گرفته. با اینها بایستی ما این سخنان اندیشه کنید. هیچ هم رازیم نیست زود عصبانی بشن برخی از بچه ها. هر کدوم از این جمله ها و واژه ها رو بایستی بشینید ساعت ها اندیشه کنید، رو کاغذ بنویسید، گوش کنید. یک بار دیگه میخوام به آقایتون برسونم که انقلاب رو ما نکردیم. انقلاب سیاه کار استعمار بود، استعمار روس و انگلیس با کمک تازیان منطقه محمد رضا شاه رو سرنگون کرد. برای درک صحیح این مسئله بارها سیاوش اوستا صحبت کرده، اسرار مگوی بسیار رو به شما گفتم و فقط توجه شما یک بار دیگه در ابتدای برنامه به سخنانی که و برنامه و پروژه‌ای که نیکسون برای ایران داشت و بعد انگلستان با این پروژه مخالفت میکنه، بعد انگلستان میگه شاه نبایستی مقتدر باشه در منطقه و جهان و عربستان رو میخواد قدرت بده. این رو ببینید و بشنوید. انگلیسی ها تلاش های شاه برای تبدیل ایران به قدرت برتر خاورمیانه رو تهدیدی برای منافعشون در کشورهای خلیج فارس میدونستن و بر حضور قدرتمند عربستان سعودی به منظور ایجاد توازن قدرت در برابر ایران اصرار داشتن. نکته دیگه که بایستی توجه بکنید اون اینه، اون اینه که ببینید فیلم دوم رو بشنوید که چرا محمد رضا شاه باید سرنگون بشه. پادشاهی که داره به عظمت و شوکت ایران میاندیشه و قاطع میگه ما دیگه نفتمون رو به کنسرسیون انگلیس نمیدیم، به ما خیانت کردن تا این سالا و ما به اینها نفت نمیدیم. این رو ببینید، خواهش میکنم. قرارداد نفت خود را با کنسرسیون در سال 1979 خب اورموز چیدها پنجشنبه ها ساعت 15 و ناهی چیدها جمعه ها ساعت 14 به هنگام پاریس برنامه های سیاوش اوستا را از ماهواره تلویزیون جهانی پارس در سراسر دنیا ببینید و یاران را خبر کنید. در آرشیو یوتیوب ببینید youtube.com/mehrtv